جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از تهران. آقای رجبی، خب ما میبینیم که صحبت‌های صافی گلپایگانی اینقدر با واکنش تند همراه شد، از نظر شما چرا؟ خودتون انتظار داشتید چنین واکنشی به یه مرجع به حال در جمهوری اسلامی اینجوری برخورد بشه؟ سلام خدمت شما. بله، انتظارش که بود. شما دهه 60 رو داریم ما که اونجا مراجع مستقلی مثل آجاتقی قومی، سید محمد روحانی، سید صادق روحانی که هنوز براشون مشکل هست، سید محمد شیرازی در خیلی براشون مشکلات زیادی پیش اومد و تا دادگاهی فرزندانشون پیش اومد و مخالفت‌های اونها پیش اومد. اما این مسئله‌ای که الان پیش میاد، این برخورد گویی که دارن که گربه رو در مجله میکشن یا دارن یک پیغامی رو میخواهند به قوم بفرستن که مراقب باشن که یک موقعی خلاف اون خط اصلی حرکت نکنن. آقای صافی بر خلاف اون نظری که گفتن بار اول، نه بار اول نبوده. ما در قصه آبان شاهد این بودیم که ایشون بیانیه داد، بیانیه تندی هم داد. سر طالبان خیلی ناراحت شدن ولی زبان نگه داشتند و چیزی نگفتن. ولی این صحبتش که در مورد جهان داره میکنه، آقای حسین شریعت مداری بعد از چند روزی که آتیش میخوابه دوباره شروع میکنه و بنزین روی آتیش میفرسته، معلومه که این یک برنامه ریزیه که به روحانیتی که خب بالاخره آقای صافی جزو مراجعیه که قبلا در خود حکومت بوده، یعنی جزو مراجعی نبوده که از اول وارد حکومت جمهوری اسلامی نشدن. آقای صافی جزو حکومت بوده و شورای نگهبان بوده، دارن پیغام میفرستن که آقای صافی که حالا خیلی ها در قم مشهور به شیخ الفقها، ما میتونیم اینجوری باهاش برخورد بکنیم، اینجوری مثلا انتقاد بکنیم به انتقام. میاد آیسون نوشته آقای حسین شریعت مداری، میبینید که بارها اسم اسرائیل رو میاره. یعنی اگر دهه 60 میومدن و هر کس میخواستن سرکوب بکنن میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه، امروز میان قصه اسرائیل رو میگن، با اینکه مطمئنا نظر آقای صافی اصلا اسرائیل نبوده. آقای رجبی، چنین برخوردی آیا میتونه به خاطر یه تفاوت و اختلاف بین مراجع قم و رهبر جمهوری اسلامی باشه، یا اینکه حتی این انتقادهای تند باعث اختلاف بیشتر بشه؟ میخوان از عمق این اختلاف جلوگیری بکنن یا از علنی شدن این اختلاف. یعنی میخوان به قوم بگن که آقا مثلا با این که میگن حرمت مراجع حفظی و اینها، شما این آقایینی که حتی در حمایت آقای صافی صحبت کردن نگفتن حرف آقای صافی درسته، گفتن باید حرمت مراجع حفظی. یعنی گویی که میخوان یک نشانه بدن که آقا دفعه بعدی تکرار نشه برای مراجع دیگه پیش نیاد. این اختلاف هر روز داره عمیق‌تر میشه. مثلا آقای علوی بروجردی، خب صحبت‌هاشون رو می‌بینیم و این اختلاف رو و این شکاف رو بین روحانیت مستقل‌تر ما شاهد هستیم این روزها. خب فکر می‌کنید مراجع قم مثلا میتونن یه موضع مستقل داشته باشن اگر اختلاف‌ها خیلی زیاد بشه؟ عرض کردم مراجع قم رو به دو دسته باید تقسیم کرد. مراجعی که حالا حکومتی‌اند، با حکومت نزدیکن، خیلی هاشون مؤسساتی دارن که بودجه داره از سمت حکومت، بعضی از مراجع هم هستن که مستقلن. این مراجعی که مستقلن امروز دارن نزدیکتر میشن به مراجعی که قبلا در حکومت بودن. این نزدیکی خب این حاکمیت رو میترسونه، خیلی ها رو میترسونه. بله، من فکر میکنم قم اگر بتواند کمی استقلال خودش رو حفظ بکنه و بتونه یک مقداری اون کار اصلیش که نظارت بر حاکمیت، زبان مردم شدن، دفاع از حق برگرده، و آقای صافی به عنوان یکی از مهمترین افراد میتونه این نقش رو بازی کنه. اما اصولگراها نگران همینن. یعنی شما امروز میتونید به افراد دیگه ننگ جاسوس میزنن، ننگ حرفای دیگه میزنن، ولی اگر فلان مرجع بیاد و انتقاد صریح بکنه، دیگه نمیتونن به این راحتی اینها رو بگن. اینها از این میترسن که این اختلاف ها، این انتقاد ها علنی تر بشه، این مراجع مستقل بیشتر بتونن اظهار نظر بکنن، بیشتر در جامعه حرفشون شنیده بشه، در جامعه جهانی، جامعه داخلی. خیلی فکر میکنن آقا مراجع یا روحانیت همه یک دستن، با اینکه خیلی از مراجعی هستن که سالها در حصار بودن، سالها در مشکلات بودن، به خاطر اینکه حالا در نظریه ولایت فقیه یا مشکلات دیگه اختلاف داشتن. اینها اگر این روزهای آتی، ایام آتی
ارتباطی، چون الان شرایط ایران واقعا شرایط بغرنجیه، جوریه که نمیتونن تعامل بکنن. اگر تعامل نکنن و اون نقش اصلیشون که باید دفاع از حق و حقیقت رو شروع بکنن و ادامه بدن، بیشک مشکلات عدیده‌ای براشون پیش خواهد آمد. متشکرم از توضیحات شما جابر رجبی.